درود بر عاشقان ایران همیهنان شجاع و آزادی خواهم در این آدینی سرد زمستانی با دو عنوان خبری مهم و تحلیلی بر آن خبرها در خدمت شما هستیم به آوای ایران خوش آمدید نتانیاهو به صورت رسمی تایید کرد بزرگترین اعتلاف نظامی قرن بر علیه جمهوری اسلامی خاورمیانه در ساعت صفر پرونده اتمی جمهوری اسلامی سنگین تر از همیشه شده است هشدار بیسابقه رئیس آژانس بین المللی اتمی قبل از شنیدن مشروع این دو عنوان خبری از شما همیهنان عزیز می خواهیم که با حمایت از آوای ایران چراغ این رسانه مردمی و ملی را روشن نگه دارید <متصفح> نتانیاهو به صورت رسمی تایید کرد بزرگترین اعتلاف نظامی قرن بر علیه جمهوری اسلامی خاور میانه در ساعت صفر شب گذشته و در اظهار نظری بی سابقه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی سر مار است و در پشت حملات حزب الله و حوسی ها قرار دارد و داد ایران به سلاح اتمی دست پیدا نکند او در پاسخ به سؤالی اضافه کرد چه کسی میگوید ما به ایران حمله نمی کنیم ما به ایران حمله می کنیم منابعی در آمریکا به نشریه نیوزویک گفتند که حمله به تأسیسات نظامی و امنیتی رژیم ایران حتمی است و اسرائیل در حال فراهم کردن مقدمات این حمله بزرگ و تاریخی است. در همین ارتباط رئیس جمهوری اسرائیل روز پنجشنبه 28 دی در سخنرانی خود در مجمع جهانی اقتصادی در داوس سوئیس خواستار تشکیل یک اعتلاف بسیار قوی برای مقابله با جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن در منطقه شد. هرسوک تاکید کرد جنگ کنونی تنها بین اسرائیل و حماس نیست جهان باید این را ببیند امپراتوری شیطانی تهران میلیاردها دلار خرج سلاح می کند تا صلح و ثبات جهان و منطقه را برهم بزند به گفته رئیس جمهوری اسرائیل به همین دلیل جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی آن باید با گام ها و پاسخ قاطع ائتلاف جهانی روبرو شوند اواخر مهر امسال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درگیری با حماس را نبرد بین خیر و شر توصیف کرد و گفت این جنگ تمدن غرب و جهان آزاد با محور شرارت به رهبری ایران از طریق حزب الله، حماس و دیگران است. نتانیاهو روز 23 بوم دی هم جمهوری اسلامی، حماس و حوسی ها را محور شرارت خواند. در روزهای گذشته جمهوری اسلامی به خاک کشورهای عراق، سوریه و پاکستان حمله کرده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با تکرار مواضع پیشین مقامات حکومت ایران در داووس اعلام کرد حمله موشکی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق عوامل موساد را هدف قرار داد. در همین ارتباط گرانت شاپس وزیر دفاع بریتانیا 15 ژانویه 2024 برابر با 25 دی 1402 در یک سخنرانی با اشاره به اینکه جهان در مرحله پیش از جنگ قرار دارد با هشدار نسبت به احتمال وقوع جنگ سوم جهانی گفت بریتانیا در پنج سال آینده با جنگهایی در روسیه، چین، ایران و کره شمالی روبرو خواهد شد. وی در بخشی از سخنانش گفت: امروز روسیه و چین قدرت‌های هسته‌ای هستند و کره شمالی تهدید می‌کند زرادخانه هسته‌ای خود را گسترش دهد و جمهوری اسلامی ایران نیز سطح غنیسازی اورانیوم را تا 83.7 درصد افزایش داده است. سطحی که هیچ کاربرد غیر نظامی ندارد. سخنرانی وزیر دفاع بریتانیا حاوی دو هشدار اساسی است اولین هشدار گران تأکید تاکید کرد در دوران جنگ سرد ما با بازیگران منطقی سر داشتیم اما این قدرت های جدید بسیار ناپایدارتر و غیر منطقی تر هستند دومین هشدار وی ابراز تعصف کرد که راهبرد نابودی متقابل تضمین شده یا موازنه قدرت در گذشته جنگ را متوقف می کرد اما هشدار داد اکنون با وجود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا کره شمالی این راهبرد کارایی خود را از دست داده است گران شاپس تاکید کرد میترسم نتوانیم جنگ را متوقف کنیم به ویژه آنکه اکنون ملاحظات نگران کننده جدیدی وجود دارد دشمنان ما اکنون با یکدیگر ارتباط بیشتری دارند به عنوان مثال ما دیدیم که چگونه نیروهای نیابتی رژیم ایران از اسرائیل تا دریای سرخ ویرانی به بار آوردند علائم و نشانه های متعددی وجود دارد که بحران سازی های حکومت های بدخیم یا شپ نظامیان در خاور میانه علیه منافع اقتصادی و امنیتی غرب و به نفع روسیه و چین است. در واقع از لبنان تا یمن یعنی سواحل شرقی مدیترانه تا تنگه هرمز و دریای سرخ یک جبهه گسترده و پرهزینه علیه ارزش و منافع غرب شکل گرفته است. استراتژی رهبران این جبهه پیشبرد جنگ نامتقارن است. جمهوری اسلامی به عنوان عضو اصلی محور شرارت در خاورمیانه برای تامین مالی تروریسم و توسعه ی و پهبادها از حمایت جمهوری خلق چین برخوردار است و ماهانه میلیون ها دلار از صادرات نفت به چین درآمد هنگفتی به جیب رژیم ایران سرازیر می شود از خاورمیانه بوی یک جنگ تمام ایار به مشام می رسد در شرایطی که بزرگترین شرکتها و بونگاه های اقتصادی غرب ترانزیت کالا از دریای سرخ را به دلیل نبود امنیت متوقف کرده اند، شماری از کشتی های عبوری از دریای سرخ از ترس حمله حسی ها اعلام می کنند خدمه چینی دارند یا مقصدشان به چین است. این یعنی چین در بحران های خاور میانه از حاشیه امن برخوردار است. در این میان اصلی ترین هدف مقامات رژیم ایران با توجه به بحران های داخلی مقابله با سرنگونی نظام است. آنها این هدف را با تقویت ماشین سرکوب در داخل و غنیسازی اورانیوم و توسعه برنامه های موشکی و پهبادی و پشتیبانی از گروه های نیابتی و تکثیر ترور دنبال می کنند. نابودی اسرائیل و بیرون کردن آمریکا از منطقه نیز از اولویت های دیگر حکومت برای نقش ایفا کردن در معادلات منطقه است. اهدافی که جمهوری اسلامی در آن است منطبق بر کارت های چین و روسیه برای به چالش کشیدن منافع غرب است. به ویژه آنکه رهبران پکن و مسکو به این یقین رسیدند که غرب بر اساس اصول و آرمانهای دموکراسی در بحث حقوق شهروندی و هزینه برای جنگ به شدت محافظ کارانه و با احتیاط عمل می کند و تا جایی که امکان داشته باشد برای مقابله با این وضعیت ریسک نخواهد کرد بعد از جنگ دوم جهانی موازنه قدرت در دوران مصوم به جنگ سرد اصلی ترین راهکار برای مقابله با وقوع جنگ بود اکنون مقامات قبلی اعتراف می که این استراتژی دیگر جواب نمی دهد و در حال فروپاشی است. علائم این وضعیت را در جلسات شورای امنیت یعنی جایی که بین قدرتها بیشترین اختلاف بروز کرده می تواندید. در شرایطی که چین و روسیه و پادوهای آنها در سطح بین المللی از درگیر کردن غرب در چند جبهه استقبال می کنند، چند پرسش قابل تر هست. آیا رهبران قادر خواهند بود راهی برای برون رفته از این بحران پیدا کنند؟ در جایی که شرایط شبه جنگی خسارات سنگینی بر اقتصاد غرب وارد میآورد آنها تا کجا این وضعیت را تحمل کرده و برای درگیر نشدن در یک جبهه جدید احتیاط خواهند کرد آیا سیاستمداران در آمریکا و اروپا همچنین بهترین گزینه را در مماشات و به تأخیر انداختن درگیری بزرگ میدانند یا راهکار جدیدی را برای عبور از این بحران اجرا خواهند کرد پرونده اتمی جمهوری اسلامی سنگینتر از همیشه شده است هشدار بی سابقه رئیس آژانس بین المللی اتمی رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین درباره برنامه هستگی جمهوری اسلامی ایران گفت که چنین به نظر می که جمهوری اسلامی در مسئله اختلافات با کشورهای غربی آژانس را گروگان گرفته است مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 28 دی برابر با 18 ژانویه به خبرگزاری فرانسه گفت که تهران به سختی با آژانس همکاری می کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی مستقر در وین از سال 2021 میلادی که جمهوری اسلامی تعهدات هستهی خود زیل برجام را متوقف کرد برای کنترل و راستی آزمایی فعالیت های هستهی ایران با چالش مواجه شده است. برنامه هستهی تهران به رغم اینکه جمهوری اسلامی ادعا می کند به دنبال دستیابی به سلاح هستهی نیست همچنان در حال گسترش است. رافائل گروسی در مصاحبه در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس که در سوئیس در حال برگزاری است گفت این یک وضعیت ناامید کننده است ما به فعالیت خود در آنجا یعنی ایران ادامه می دهیم، اما آنها همکاری با آژانس را به شکل بی ای محدود کردند او به عنوان نمونه به ممانعت از انجام وظیفه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به بهانه ملیت آنها کرد و افسود، این اقدامی در جهت تنبیه آژانس به دلیل مسائل بیرونی است وقتی فرانسه بریتانیا و آمریکا چیزی میگویند که آنها یعنی جمهوری اسلامی دوست ندارند گویی آژانس را گروگان اختلافات سیاسی خود با دیگران میکنند و این برای ما غیر قابل قبول است مقام های جمهوری اسلامی تا کنون چند بار مدیرکل کل آژانس بین المللی انرژی اتمی را به رفتار سیاسی و تاثیرپذیری پذیری از آمریکا و اسرائیل متهم کردند اما اینک سخنان جدید رافائل گروسی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی از آژانس به عنوان سپر اختلافات خود با کشورهای غربی استفاده می کند. جمهوری اسلامی سال گذشته در جریان مذاکرات غیررسمی با ایالات متحده آمریکا سرعت غنیسازی را اندکی کاهش داد اما در اواخر 2023 بار دیگر غنیسازی را سرعت بخشید گروسی در مصاحبه اخیر گفت که نمیتواند پیش بینی کند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد او با تاکید گفت دیپلماسی 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 این چیزی است که ما نیاز داریم باید به گفتگو ادامه دهیم و از وخامت اوضاع جلوگیری کنیم تا وضعیت به نقطه غیر قابل جبران نرسد مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی احتمال سفر دوباره به ایران را رد نکرد او روز سهشنبه نیز در مصاحبه با نشنال گفت جمهوری اسلامی ایران برنامه غنیسازی اورانیوم خود را به سرعت به پیش میبرد و همچنان به ایجاد موانع برای بازرسی های این سازمان ادامه می دهد. یاران و همراهان گرانقدر به پایان این بسته خبری از آوای ایران رسیدیم. تیم خبری ما با تحلیل های بروز و دقیق سعی در رساندن وقایع مهم روز بدون سانسور به شما عزیزان رو داره. پس بالا کردن و همچنین نوشتن نظراتتون به فارسی و انگلیسی زیر این ویدیو یاری رسان تیم خبری ما باشید. مانا و برقرار باشید پاینده ایران و ایرانی.